دادایی که ما در این مسابقات داریم توسط سازمان NIST ربات ها به حسب این قوانین ساخته میشن. همکار در واقع روبوکاپ محسوب میشه در این زمینه به تیم ها در واقع به مسابقات ابلاغ میشه و ربات ها به حسب این قوانین ساخته میشن. ربات یک عملیات 10-15 دقیقه‌ای وارد یک منطقه میشه که باز به حسب توانایی خود ربات و تشخیص اپراتور یه مسیر انتخاب میکنه. بله. بعد مصدوم دیتکت میشه که اونجا مصدوم میتونه یه عروسک باشه، میتونه یه مانکن باشه، یا یه دست باشه، پا باشه، برنر. اینو با توربین واقع مشاهده میکنه. پس از تایید داوری که بالا سر اپراتور هست و سنسورایی که ربات برای تشخیص مصدوم از اون استفاده میکنه، امتیازی به این ربات در واقع تو بعد عملی این ربات تا چه فاصله رو میتونه پوشش بده از اون اپراتور این اصلی؟ این ربات قابلیت اینو داره که تا 5 کیلومتر با این آنتنی که روش هست این برد داشته باشه، ولی در حال حاضر ما قسمت در واقع اپراتورمون برای حدود 100 متر داریم استفاده کنیم. و این 5 کیلومتری که گفتی، حالا اگه نگیم 5 کیلومتر، 2 کیلومتر، 3 کیلومتر، بدون دید مستقیم ارتباط خواهد داشت. بله، از طریق همین دوربینا کنترل انجام میشه با اون جویستیکی که از حرکت ها و سنسور هم همش در صفحه مانیتور. خب تو چه مسابقاتی شرکت کردی تا حالا؟ این ربات قهرمان مسابقات اوپن آلمان شد در سال 2005. پس از اون در ژاپن تونست مقام هفتم رو کسب کنه. بعد در مسابقات ایران اوپن 2006 که به اولین بار برگزار شد مقام قهرمانی به دست آورد. درسته. البته این ربات نبود، این در واقع نسل ششم این ربات ها هستن. آها. بعد در مسابقات آلمان که در واقع دوباره جام جهانی اینا بود تونست مقام دوم رو کسب کنه. بعد امسال هم در ایران اوپن دوباره قهرمانی رو به دست آورد. خب من یه سوال بپرسم، این ربات ها هر سری جدیدش که میاد از نظر سنسورها در واقع تقویت میشه یا آیتم های دیگری توش لحاظ میشه که نسل های متفاوتی رو شکل میده؟ نه، نسل های متفاوتی که ما برای این ربات ها در واقع در نظر میگیریم به طور کلی هم از سیستم الکترونیکی هم از سیستم مکانیکی. در واقع سیستم مکانیکی بیشتر خودش رو جلوه میکنه. مثلا نسل قبلی این ربات شما نگاه میکردید یه رباتی بود که بازوهاش به شکل مثلثی نبود، که درسته. بخش مکانیک تیمون پس از یه تجربه‌ای به این نتیجه رسید که از چین بازوی استفاده کنیم. نسل جدید این ربات، یعنی جدیدتر از این ربات هم به زودی خواهید دید. خیلی که من فقط چون 30 ثانیه فرصت داریم بپرسم که مسابقه بعدی که در آستانش قرار خواهید گرفت کدوم مسابقه بعدی؟ 12 تیر در آتلانتا برگزار میشه، جام جهانی 2007 ربات ها. فکر میکنید که دانشگاه آزاد قزوین چه مقامی رو بتونه کسب کنه با رباتش؟ من فکر میکنم اگر این ربات قهرمانی رو به دست نیاره بدشانسی آورد. بدشانس. بسیار عالی. متشکرم آقای بیاگویی از شما، از همکارتون آقای زرقد و دیگر همکارانتون که حالا فرصتی نیست نام همشون رو بریم، ولی حدود چند نفرن؟ حدود 11 نفر. و آقای بیاگویی از من قول گرفتش که من بعد نام تک تک این دوستان رو بگم، اما به ذات زمانی ما محدود و عذرخواهی میکنم. آرزوی موفقیت دارم برای همه این تیم 11 نفره. و این اسم خاصی برای رباتتون گذاشتیم یا نه؟ این ربات ناجی 6 برای آقا ناجی 6 هم آرزوی مقامی بالاتر از مسابقات گذشته در مسابقات سال 2007. خیلی متشکرم، ممنون. اجازه بدید که بریم سراغ دیگر بخش‌های برنامه‌مون.